یه قسمت دیگه از ساختنی های کانال خدازمون رو میبینید. یه آموزش خیلی جالب دارم اینجا که به وسیله اون بتونید برای ماهیاتون یه پمپ هوا بدون نیاز به هیچ الکتریسیته‌ای درست کنید. خیلی کوتاه این آموزش، بریم سریع ببینیم امروز میخوایم چیکار کنیم. برای ساختن این پمپ هوا احتیاج به یه بطری دارید. حالا در ادامه میگم که بطریتون کوچیک باشه بزرگ باشه چه فایده ای داره. هرچی بزرگتر باشه میتونید مدت زمان بیشتری هوا بدین به آکواریومتون. بعد اینکه دوتا سوراخ توش ایجاد کردین، میایین و از همین شلنگای آکواریوم استفاده میکنید و دوتا شلنگ داخل اون میرید، داخل درب بطریتون قرار میدین و دورش رو چسب باری میکنید. مهم نیست حالا حتما چسب حرارتی باشه. اگه چسب حرارتی نداشتین، چسب رازی، چسبای قطره‌ای، چسب پولیکا، چسب 1-2-3، هر چیزی که بتونید اینجا رو باهاش آب بندی کنید و لوله ها رو توی این محل قرار بدین. اگر هم هیچ کدومش نبود، خمیر مجسمه میتونید استفاده کنید یا هر خلاقیت دیگه ای که خودتون به خرج دادین برای این کار. خب این پمپ هوایی که اینجا بهتون آموزش میدم، دلیلش این بود که به خودم فکر کردم شاید خیلی ها الان برن ماهی عید تهیه کنن و برای این ماهی قرمزه کوچولویی که توی خونهاشون نگه میدارن معمولا کسی نمیره یه پمپ هوا هم بگیره و اینها احتیاج به هوا دارن و میتونید از این طریق در طول شبانه روز چند باری بهشون اکسیژن رسانی بکنید و طول عمر اونها رو توی این آکواریوم ها و این قفسای کوچیکی که براشون درست کردیم بیشتر کنید. خب درب بطری رو که میبندیم، یه لیوان آب اینجا آوردم برای نمایش فعالیت این پمپ هست. این لیوان آب و دلیل خاصی غیر از این نداره، فقط میخوام نشون بدم که اینجا میتونه هوا جریان پیدا کنه. خب یه ظرف آب دیگه احتیاج داریم که از طریق این ظرف آب قراره آب کشیده بشه داخل این بطری نوشابمون. همزمان با اینکه این آب کشیده میشه، باعث میشه که هوای اضافی که توی این بطری نوشابه است خالی بشه توی این ظرفی که میخوایم بهش هوادهی کنیم و پمپمون اینطوری کار میکنه. حالا این ظرف و شلنگ رو از توی لیوان دهر میارم که بتونیم جریان اولی آب رو ایجاد کنیم. با فشار دادن بطری نوشابه یه خلأ ایجاد کنیم داخل بطری نوشابه و این خلأ باعث میشه که آب از درون بطری سمت چپ و اون ظرف سمت چپی که آب داخلش قرار گرفته جریان پیدا کنه، بیاد داخل این ظرف نوشابمون. همزمان که این آب داره پایین میاد توی این ظرف نوشابمون، خب هوای اضافی که داخل نوشابه هست و بیرون میده و از طریق این لیوانی که سمت راست قرار گرفته میتونید ببینید که داره اینجا حباب میده و میتونه هوادهی کنه. یک حالا تونگ کوچیک نگهداری ماهیای قرمز، گلدفیش، هر چیزی که حالا بخوایم بهش یه هوادهی کنیم. و بیشتر کانسپت و مفهومی که این جا وجود داره برای من جالب بود که بهتون یه آموزشی در این رابطه داده باشم. خب هرچقدر ظرف بزرگتری انتخاب کنیم برای به جای این نوشابه 1.5 لیتریمون، خب ظرفیت بیشتری داریم، میتونیم هوا بیشتری داخلش بریزیم و بیشتر میتونیم زمان هوادهی رو افزایش بدیم. از طرف دیگه آبی که داخل این نوشابه میاد اصلا نیازی به تعویض شدن نداره و میتونیم دوباره استفاده کنیم و حتما مراقب مصرف آب باشیم چون آب خیلی با ارزشه. خب یه قسمت خیلی سریع و کوتاه از کانال خدازمون رو دیدیم. کانال خدازمون کانال ویدیوهای آموزشیه و در این ویدیوهای آموزشی ما آزمایش میکنیم. آزمایش‌های ما میتونه زمینه شیمی، پزشکی و الکترونیک داشته باشه که از طریق آزمایش کردن یادگیری خودمون رو افزایش میدیم و سعی میکنیم خلاقیتمون رو بیشتر و بیشتر کنیم و افزایش بدیم. اگه دوست داشتین توی کانال سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم که بزنید بهتون میگه که من کی ویدیوی جدید آپلود کردم و میتونید سریع بیاین ویدیوی جدید من رو ببینید. اگه سوالی چیزی داشتین کامنت کنید. اگه دوست داشتین ویدیوی خاصی براتون بسازم حتما کامنت کنید و براتون اون ویدیو رو خواهم ساخت.